سلام خدمت یکایی که شما دوستان عزیز چمه دونه دو رو زب میکنیم. لشکر شکن هستم، استودیو صداهای همراه. تو قسمت قبلی گفتیم که چه بلایی سر آدم میاد اگر نتونه تایم خرید بلیت اتوبوس قطارش رو هماهنگ کنه با چیزی که در واقعیت وجود داره. یادم رفت بگم که یه راننده اسنبی بود، ما خیلی باش حال کردیم، صفا کردیم، رفیق شدیم و اینا. اون یه ساعتی که ما رو برسونه تهران خیلی هم خوش گذشت با هاش بهمون. حالا جدا از این که هزینه رو کم گرفت، خیلی خوش صحبت بود و خیلی هم موبایلش کم شارژ بود، مجبور بود هی موبایل ما رو بگیره به کجا بریم کجا نریم و این چیزا. هی هم از ما میپرسید حواست هست به جاده؟ حواست هست؟ جور نویگیتورش شده بودیم، این برمیبردیمشون برمیبردیم. آره بعدش هم که جاتون خالی رفتیم دیزی آذری، شبش البته غذا نخوردیم، رفتیم اونجا گفت 80,000 تومان فقط پول نشستن اینجا نفری. بعد گفتیم خب غذا چه؟ گفتش دوتا غذا بیشتر نداریم، یه دونه دیزی یه دونه جوجه است. تو اون که غذاش یکی هم ورده بود داشت میخوند، یه ارگی هم بود بغلش داشت میزد، یه بیانون هم کنار اون بود داشت میزد، کلن عشق و حال برپا بود. حالا اینی که دارم میگم مثلا ساعت 11 شب خیابون راهن، یعنی خیابون ولی از انتهاش که میرسه به راهن، همه جا شروع، همه جا ساکت خلوت، یکی اون وسط چراغونی کرده جلو درشو، اصلا متفاوت از همه جا. خلاصه ما از که خیرش گذشتیم، گفتیم مرسی آقا و اینا، رفتیم بالاتر یه جایی پیدا کردیم، آب میوه فروشی بود، خیلی قیمت عجیب غریبی، یعنی آب هوی چیز شیر موز خورما رو قیمتشو داشت میداد 15 تومن. شیر موز خورما خیلی لیوان بزرگی هم بود، موزشو بخوای حساب کنیم من اگه 4 تا موز ریخته بود توش فکر کنم خورماش بماند، خیلی چیز کامل و خوبی بود. من پیشنهاد میکنم اون راستا اغذیه هاشو نه، ولی خب ویتامین هاشو حتما یه سر بزنید. راستا ولی از انتهاش به راه آهن، اون ناحیه خیلی ناحیه خفنه بود و خوب بود، حال کردیم. البته اغذیه فروشی هاش بخاطر این میگم چون فهم میکنم سگبز باشه زیاد جذابیت نداره، حالا برای کسی که روده بدش حساسیت داره. بعد از اون دیگه ما اومدیم نشستیم تو راهن و خوابیدیم، اون شرایطی که قبلا براتون تعریف کردم، و دوباره صبح شد و منتظر بودیم که خبرمون کنه که ببینیم قراره چه اتفاقی پیش بیاد، چون قرار بود گفت اگر بلیط کنسلی باشه بهتون اطلاع میدم. 8:30 صبح واسدیم دیدیم نه خبری نیستش، و مسئول راه ها خیلی بد برخورد کرد، گفت آقا من طلبکارم، من طلب دارم به شما، اصلا چه طرز برخوردی دست اون ما برخورد خواست نمیم. ما رفتیم چند بار فقط ازش پرسیدیم که آقا بلیت خالی شدش کنسلی چیزی اومد یا نه، که دیدیم آقا نایمد. حالا با اینکه دیشبش میگفت دوتا هستش برای زاهدان، ولی خب بازم میگفت امروز صبح گفت نه اصلا ندارم. خلاصه هیچ آقا ما اصلا خیر بلیت قطار گذشتیم، حرکت کردیم سمت راه آهن، همونجا هم صبحونه میگم حرکت کردیم سمت اتوبوس ترمینال خزانه ترمینال جنوب، بعد اونجا اتوبوس رو گرفتیم. وی آی پی بود، اتوبوس خوبی بود، قیمت خیلی خوبی دادش. رفتیم به سمت زاهدان، تو راه هم که چند جا وایستاد خانه غذا خود. البته قبلش بهتون بگم که ما الان خود زاهدان هستیم، البته ایران شهر هستیم، زاهدان نیستیم. خونه یکی دوستای عزیزمون که لطف کرده اینجا به اسم حبیب، الان حبیب قراره که همه اینجا رو به ما نشون بده و کل سفر از الان به بعد با حبیبه که ببینیم چه میخواد بگذره. تو راه تو اتوبوس انقدر خسته بودیم دیگه اصلا فکر نکردیم که باید چی کار کنیم، فقط خواب بودیم، اصلا متوجه نشدیم که کی رسیدیم کاشان، کی رسیدیم یزد،
فقط چند ساعت آخری خیلی اذیتمون کرد که اصلا متوجه شدیم کامل که چرا نمیرسیم. این خیلی خسته کننده بود. خیلی جالب بود که قطار 22 ساعته تا زاهدان میاره، ولی ما اگر با اتوبوس زاهدان پیاده میشدیم حدوداً شاید 15 ساعته میرسون، که ما 13 ساعته 12 ساعته اینطورا رسیدیم بم. بعد از بم هم اونجا ماشین داشت برای ایران شهر، که ایران شهر یه اتوبوس جداگونه یعنی بودش، سوارمون کرد و با یه اتوبوس جداگونه رفتیم به سمت ایران شهر و خب همه اومد دنبالمون. خب آدم های عجیب غریب میبینیم تو راه، ولی آدم هایی نبودن که بخواد اذیت کنن باشن و خیلی آروم خیلی ساکت بودن. زبانشون رو متوجه نمیشیم چون بلوچی صحبت میکنن و زبانشون سخت نیست، ولی خب ما عادت نداریم به این زبان، تا حالا نشیدیم. زبان خیلی قشنگیه، با هم صحبت میکنن و خب ما غذاهایی که توی راه خوردیم شامل بود بر کنسرو بودش، کنسرو که نه کمپوت بود، کمپوت زردالو بود خوردیم، نون بود خوردیم، نون پنیر بود خوردیم. بعد ارزم خدمت یه جا وایستاد یه رانی گرفتیم، رانی نه علی، یعنی هیده یه هلو گرفتیم یه از این انرژی زها انرژی درینک ها گرفتیم، با مولتی ویتامین خوردیم. خب حال ما بد بودش، یکم میگرن هم گرفته بود، داشت اذیت میکرد و رفتیم خوب شدش جلوتر. و بعدش آخرین غذایی که خوردیم غذای سگپز نافرم بودش، سمت یا سمت کرمان بود. آره نمیدونیم آخری هر کجا بود دیگه، اصلا خواب بیدار بودیم، فقط چلو جوجه زدیم. چلو جوجه قیمتش هم در اومد 40 تومن با نوشابه، که نه نوشابهش به درد میخور نه غذاش. از تو غذاش برنجش 1000 تا چیز در آوردیم، حالا خوردیم دیگه. غذای داغ بود، جالب بود. ما بعد از 2 روز غذا نخوردن درست حسابی، ما اولین غذای درست حسابی بود که خوردیم. بعدش دیگه سوار شدیم و البته یه جام حسیری دیدیم، حسیر فروشی یزدی ها بوده، سوغات یزد بوده، شو قیمت گرفتیم و با آقاش صحبت کردیم، خیلی هم خوش گذشت. گپ کوچولوی مثلا 10 دقیقه‌ای بود با آقا زدیم. آره دوستان وقتی سفر میرید یادتون باشه ماشینتون اتوبوستون پلاکش رو حتما ببینید. پلاک اتوبوس خیلی اهمیت داره، رنگ اتوبوس، نشانه هایی که روش زده و اینا اهمیت داره، چون بدونید که کجا هستید بدونید با کی اومدی خیلی خوبه. چون ما تو مجتمع آفتاب که توقف اولمون تو کاشان بود اتوبوس رو فکر کردیم رفته، در صورتی که اتوبوس نرفته، رفته بود پمپ بنزین بنزین بزنه، حتی گازوئیل بزنه، و وقتی برگشت فهمیدیم که خودش، یعنی پیداش کردیم. راننده را اگه تونستید شماره‌اش رو بگیرید اینو کمک کننده است بهتون. توی اینجا هم که ساعت 8 صبح رسیدیم ایران شهر حدوداً، بعد همین که پیاده شدیم 10 نفر ریختن سرم، آقا کجا میری کجا میری؟ گفتم آقا جایی نمیری، منتظریم. گفتم خیلی خوب، واسه تا حبیب اومد تو راه برامون پنیر هم گرفته بود، پنیر محلی گرفته بود با شیر شتر که خیلی خوشمزه و پر انرژیه. من پیشنهاد میکنم هر وقت پیدا کردید بلا استثنا بگیرید، خیلی چیز خفنی و خوشمزه است، گرم طبعش، سبک به شدت و خیلی خاصیت داره. آره جاتون خالی، اینم صبونه نون محلی خیلی خوبم گرفته بود، اردشیره هم گرفته بود گذاشته بود سفره، برکت باشه سفرهشون. خیلی همه چیز میزون بود تا الان که مثلا که برنامه ریختم برای نهار و قراره یه جاهایی بریم حالا یا یه برنامه داره، ولی خب گفت غذا محلیه. ما هم که اومدیم اینجا دوشو گرفتیم خیلی راحت، حس خوب داشتیم نسبت به ماجرا و سبک شدیم، مثل خونه خودمونه اینجا، خیلی راحتیم توش، خونه خیلی خیلی ساده، خیلی خیلی راحت خونه، پشتی ها داره، خونه قدیمی ها که خودمون داشتیم پشتی داره و خیلی با هم صمیمی هم، داداشاش اومدش و با
با هم دور سفره نشستیم، صبحونه خوردیم و گپ زدیم و خلاصه حالا ماجراها داریم. با ما باشید در قسمت بعدی چمدون تا ببینیم که قرار در زاهدان چابهار ایران شهر چه چیزهایی بگذره بر ما. براتون بهترین ها آرزو میکنم. ایام خوش باشه. خدایا رو نگهدارتون.